that is good for you all. And the man, and صبح روز بعد 2000 مرد مسلح در میان نخل‌های الفیوم مستقر شدند. پیش از رسیدن خورشید به مرکز آسمان، 500 جنگجو در افق ظاهر شدند. سوارها از شمال واحه وارد شدند. ظاهراً مقصودی صلح‌آمیز داشتند، اما سلاح‌ها را زیر رداهای سفیدشان پنهان کرده بودند. هنگامی که به کنار خیمه بزرگ وسط الفیوم رسیدند، شمشیرهای خمیده و تفنگ‌های خود را بیرون کشیدند و با شلیک تفنگ‌ها به خیمه‌ای خالی حمله بردند. مردان واحه سواران صحرایی را در میان گرفتند. در عرض نیم ساعت 499 جسد روی زمین پراکنده بود. کودکان در سوی دیگر بیشه نخل‌ها بودند و چیزی ندیدند. زنان برای شوهرانشان دعا می‌کردند و آنها نیز چیزی ندیدند. اگر به خاطر اجساد پراکنده نبود، چنان می‌نمود که واحه یک روز معمولی را از سر می‌گذراند. تنها یک جنگجو زنده ماند، فرمانده مهاجمان. همان روز عصر او را به پیشگاه رؤسای قبایل بردند. از او پرسیدند چرا سنت را شکسته. فرمانده گفت مردانش از روزها نبرد خسته و دچار گرسنگی و تشنگی شده بودند. برای همین تصمیم گرفتند واحه‌ای را اشغال کنند تا بتوانند جنگ را دوباره آغاز کنند. رئیس قبیله گفت با جنگجویان همدردی می‌کند، اما سنت تحت هر شرایطی باید محترم شمرده شود. در صحرا تنها چیزی که تغییر می‌کند تپه‌ها هستند به هنگام وزش باد. سپس فرمانده را به مرگی بی افتخار محکوم کرد. به جای آن که به تیغ یا تفنگ کشته شود، به نخلی دارش زدند که آن نیز خشکیده بود. جسدش با باد صحرا نوسان می کرد. رئیس قبیله مرد بیگانه را فراخواند و 50 سکه زر به او پاداش داد. سپس بار دیگر سرگذشت یوسف را در مصر یادآوری کرد و از او خواست مشاور واحه باشد. هنگامی که خورشید سراسر غروب کرد و نخستین ستارگان ظاهر شدند، چندان نمی درخشیدند چون ماه هنوز در بدر بود. جوان به سوی جنوب به راه افتاد. فقط یک خیمه آنجا بود و چند عرب که از آنجا می گذشتند می گفتند آنجا پر از اجنه است. اما جوان همانجا نشست و زمان درازی منتظر ماند. هنگامی که ماه به مرکز آسمان رسید، کیمیاگر ظاهر شد. دو غرقی مرده بر دوش داشت. جوان گفت: اینجا. کیمیاگر پاسخ داد: نباید باشی، مگه اینکه افسانه شخصی تو رو به اینجا رسونده باشه. بین قبیله ها جنگه، نمیشه از صحرا گذشت. کیمیاگر از اسبش فرود آمد و به جوان اشاره کرد همراهش وارد خیمه شود. خیمه ای بود همچون همه خیمه های دیگری که در واحه دیده بود، به جز آن خیمه مرکزی که تجمل قصه های پریان را داشت.
به دنبال آلات و کوره های کیمیاگری گشت، اما چیزی نیافت. تنها چند توده کتاب، اجاق آشپزی و فرش هایی پر از نگاره های مرموز. کیمیاگر گفت: بشین تا چای دم کنم و این قرقی ها رو با هم بخوریم. جوان شک کرد که مبادا همان قرقی هایی باشند که روز پیش دیده بود، اما چیزی نگفت. کیمیاگر آتش روشن کرد و در اندک زمانی بوی دلپذیر گوشت خیمه را آکند. بوی آن از عطر قلیان ها هم دلپذیرتر بود. جوان گفت: چرا میخواستی منو ببینی؟ کیمیاگر پاسخ داد: به خاطر نشانه ها. باد برام گفته بود که میای و به کمک احتیاج داری. منظورش من نیستم، یه غریبه دیگه است، یه انگلیسی. اون کسیه که دنبالشی. کیمیاگر گفت: اون باید پیش از دیدن من چیزای دیگه ای رو پیدا کنه، اما توی مسیر درستیه. نگاه کردن به صحرا رو شروع کرده. من چی؟ هنگامی که کسی چیزی رو بخواد، سر تا سر کیهان همدست میشه تا اون بتونه به رویاش تحقق ببخشه. حرفهای پادشاه پیر را تکرار میکرد. جوان میفهمید. مرد دیگری سر راهش آمده بود تا او را به سوی افسانه شخصیش راهنمایی کند. پس به من یاد میدین؟ نه، تو همین حالا هم هرچی رو که لازمه میدونی. من فقط تو رو میذارم توی مسیر گنجت. جوان تکرار کرد: بین قبیله ها جنگه. من صحرا رو میشناسم. همین حالا هم گنجم رو پیدا کردم. یه شتر دارم و پولی که از مغازه بلورفروشی گیرم اومد و 50 تا سکه طلا. توی کشور خودم میتونم مرد ثروتمندی باشم. اما هیچ کدوم از اینا کنار اهرام نیست. فاطمه رو دارم، اون گنج منه، بزرگتر از هر چیزی که میتونم بهش برسم. فاطمه هم کنار اهرام نیست. در سکوت قرقی ها را خوردند. کیمیاگر تنگی را باز کرد و مایع سرخ رنگی در لیوان جوان ریخت. کیمیاگر گفت: شر چیزی نیست که وارد دهان انسان میشه، چیزیه که از اون بیرون میاد. جوان دچار سرخوشی شد، اما کیمیاگر او را کمی میترساند. بیرون خیمه نشستند و به درخشش ماه نگریستند که ستارگان را کم فروغ میکرد. کیمیاگر که متوجه سرخوشی بیشتر و بیشتر جوان شده بود گفت: یه کمی آروم بگیر، استراحت کن. مثل جنگجویی که پیش از رفتن به نبرد آروم میگیره. اما یادت نره که قلب تو همون جاییه که گنجت پنهونه و اینکه باید گنجتو پیدا کنی تا تمام اون چیزایی که توی راه کشف کردی معنا بگیره. فردا شتورت رو بفروش و یه اسب بخر. شتورها خیانتکارن. هزاران قدم برمی‌دارن و هیچ اثری از خستگی نشون نمیدن. اما یک دفعه از پا میفتن و میمیرن. اسبها کم کم خسته میشن. آدم همیشه میتونه بفهمه چقدر باید از اونا انتظار داشته باشه و کی میمیرن.